سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مستر چک. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ آلبوم جدید علی سورنا به نام گوز که تازه منتشر شده. به ترتیب آهنگا رو گوش میدیم ببینیم که مرد تنها این سری قراره با روح و روانمون چه کنه. 18 تا ترکه، خیلیه ها، واقعا خیلیه. 18 تا ترک، ترکاش هم فکر کنم پروپیمون باشن، یعنی اولین ترکش که اسمش حرکته، داخل پرانتز عرابه مرگ، 4 دقیقه و 10 ثانیه است. معمولا علی سورنا کمکاری نمی کنه و باید ببینیم که چجوریه. بریم بشنویم بدون هیچ مقدمه ای، بدون هیچ پیش‌زمینه ای دیگه، بریم بشنویم. از سانکلادش گوش میدیم، لینک سانکلاد رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما از اونجا گوش کنین که هنرمند آرتیست از اونجا راضیه که بشنوید. دمتون گرم. سابسکرایب هم نکردین سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشو بزنید، لایک کامنت کنید، اگر شنیدین آهنگ و نظرتون راجبش بنویسین. میریم که حرکت کنیم به سمت حرکت. 1 2 3 اون فضای رازآلود همیشگی رو داره باز تو ترکش سورنا، فکر میکنم صدای قطاره یا نه؟ نه شروع نمی کنی؟ بیتشو دهقان زده، حسین دهقان اگه اشتباه نکنم. خیلی قشنگ معلومه روش کار شده، وقت گذاشتم. غرق تو تباهی، معلق به فردا، من نشستم پشت عرابه مرگم، شلاقم از جنس آتیش، شاده ها پر از سر و آهن اسبم، با درد که بی انتها شدیده، یه بیراه از تو جاده ها رمیده بود، دستمو کردم تو سیاهی، فهمیدم مرز بین دیدن و بلعیدن، پلیده رو تا بوفالوها گذشتن از کنارم، این بیراه های پر از سنگ و لاخ، شکستن استخون چرخ عرابه رو، اما ادامه میداد اسب آهنی، لخت لخت جون هوای کدر، زرد زرد نور بعدمه، تنفس جرم آبشار خون، روریه یه ترکیده یه زمین سرنگون گذاشت. خیلی ها گفتن که این آلبوم رو باید پشت هم گوش بدی که به هم ربط داره، یه پلای بینش داره، یه مرتبطه، کلن 18 تا ترک مرتبطه. آخه حالا یه سری چیزا من در مورد کاورش شنیدم که کاورهای مختلفی که منتشر کرد با دموهاش، حالا توی یه ویدیوی مفصل اگر شد، اگر علاقه داشتین راجبش صحبت کنیم. فعلا اینو بشنویم، ممکنه هیچی نفهمیم ازش. کلن همیشه آلبوم های سورنا توی برخورد اول یکم گنگ به نظر میان، کلن آثار سورنا، حتی اون سگانه ای که منتشر شد اونام باز یکم گنگ بود. بریم. تنفس جرم آبشار خون، روریه یه ترکیده یه زمین سرنگون، گذشت تا تالار اول، بازار پرچم آب و کارزار و خطر و تباهی، خوک خوک و میدرید پوک و سخون مرده ها، زیر سم اسبم خورد میشو در کنار، خوک های زیر دست ها رو جفت شا میریزن عشق سوک بالا سر کشته ها، افسار کشیدم سرعتم شکم، شیه رو شنیدن و زل زدن به من، حمله میکنن به هم، گیر میکنم تو شم. او فلوچ اسلو شد، حمله می... اینجا تکسش هست، من به خاطر همین نگاه میکنم توی سانکلات تکستشو نوشته واسه اینکه یه ذره بفهمم، واسه این در نگاه میکنم. بریم. میزنم شلاقو میکنم هی عراب در نمی، یا فورو میرم بین شن، نزدیک شد خر و خر تا در اومد از تو چاله، از به آهنی به سمت تالار دوم. اینجایی که میفته توی شن دقت کنین اسلوموشه میشه که انگار گیر کرده یه جایی، و اینجایی که میگه تا در اومد از تو چاله اسب آهنی، یهو دوباره فصل میشه، جا
جالب بود این نکته. رو خر تا در اومد از تو چاله از به آهنی به سمت تالار دوم. حتی ریتم آهنگم تند و کند میشه. لیه گرازای گنگ همون تالار زندگی که باسای پر شد. نفس کشیدیم دالان جرم و راه و بست سخر گله حاضره به حمله. گرازا دست دست بعد فریاد حرکت میزنن به گرد راه تو خط صاف با شعار جنگ تا افتخار جنگ جنگ خون خط صاف سنگ از تو صخره میشد برتاب لنگ لنگ گرازا به پیش اونا حتی ندیدن اطرافشونو گرازا ندیدن کجا میرن اونقدر غرق بودن که حتی سوالی نموند دونه دونه میخوردن تو صخره صخره ها ریختن اما گرازی نموند رسید به تالار سوم تالار عشق بدون چشم که پاره آشلاش آواز سر میخوندم فریاد کشیدم به پیش بی نقاب اسبم پاشو کشید روی خاک ادامه رو پیاده میرم پشتم گلای مرد پیش گیر خار حس میکنم یه تصویرسازی خیلی عمیقی داره اما همون جوری که خیلی عمیقه خیلی هم گنگه و من تا اینجا واقعا بیشتر با اجرای خود ایسورنا ارتباط گرفتم تا شعر چون از تکستش هیچی عملا نفهمیدم ایده این مهیب جا بشه اصلا تو کلمه ها چاکش رنجن تو کلی این تابش دستم وقتی که رسیدن ارزا بشه تنزن اما با این همه از خودت برکام از سوز تو رو خوب میشناسم بدون تو جسارت میخوشه منو ورم داد تا لباسم بیفته انگار افتادم از ارتفاع چشامو باز کردم معلقم تو هوا نمیدونم تا کجا قرار چه بحال میخونه اینجا که برای داریم اقعب اینجا که کلن میخنده بحاله بدون تو جسارت میخوشه منو برم دار تا لباسم بیفته انگار منو برم دار تا لباسم بیفته خیلی بدون تو جسارت میخوشه منو برم دار تا لباسم بیفته انگار افتادم از ارتفاع چشامو باز کردم معلقم تو هوا نمیدونم تا کجا قراره ادامه بدم بین استراب عشق بوسه خون بود این تالا تا عبد لوپ سقوطه واسه ادامه جنگ رسید از به آهنی و عرابه ی مرگ غرق تو تباهی معلق بی فردا من نشستم پشت عرابه ی مرگم شلاغم از جنس آتیش جاده ها پر از سر و زاهن اسبم با درد که بی انتها شدیده یه بیراحت جاده ها رمیده بود دستمو کردم تو سیاهی فهمیدم مرز بین دیدن و بلعیدن پدیده رو به شدت ببین یعنی به شدت سنگین بود و سه تا تالار بود چشید آخرش تالار عشق بود بذارینم بقیه تالارش پیدا میکنم اما آخرش تالار عشق بود و اینکه منظورش از این تالارا چیه نمیدونم واقعا یکم گیج شدم همین اول آلبوم منو گیج کرد و دمش گرم که اینقدر خوب کارشو بلده و قشنگ اون حس گیر کردنه القا شد بهم به من شخصا القا شد مخصوصا اونجایی که توی شن گیر کرد قشنگ اون کندیه داشت اتفاق می افتاد یا حتی همین آخر آهنگ که می گفت انگار افتادم از ارتفاع قشنگ انگار یه پژواکی توی ارتفاع داره اتفاق می افته صدا انگار داره بر می گرده این مثلا تو چاه داری فریاد میزنی خب صدا چند بار تکرار میشه یه همچین حسی رو داد و فکر میکنم قبلا سورنا بیشتر روی متنش کار میکرد یعنی میخواست که یه شعر سنگین بنویسه بعدش از آلبوم نگار به بعد یکم اومد روی ریتمم بیشتر کار کرد یعنی یه فلوی مخصوص خاص خودش رو که داشت هیچی یه فلو به فلوهاش اضافه کرد که آروم بود که خیلی نرم و ملو بود مثل فلوی که بهرام توی اشتباه خوب داشت و الان توی گوزن حس میکنم این
فلویی که توی نگار بود یکم جهش یافته شده و بیشتر بهش پروبال داده. من همچنین حسی داشتم. خدا وکیلی بگم، خدا وکیلی هیچی از شعرش نفهمیدم و هنوز منگم اگر از شعرش ازم بپرسین. ولی خب مشخصه که یه هدفی پشتش داشته، یه تاثیرسازی کرده، ولی اون تاثیرسازی توی بار اول شنیدم مطمئنن برای شما هم نمیدونم اتفاق میفته یا نه. اگه میفته دمتون گرم، توی کامنت ها توضیح بدین، نظرتون رو بگین. ولی حس صداش، فلوی که اجرا کرد تکسو و تنظیم آهنگسازیش درجه یک بود. قشنگ یه لول ایسانه بالاتر رفته بود. دیگه زیاد حرف نمیزنم. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. حتما نظرتون راجع به این آلبوم بنویسین و بگین که از کدوم آهنگش بیشتر خوشتون اومد. حالا ما که به ترتیب داریم میریم جلو. حالا شاید اگر دیدیم زیاد به هم پیوسته نیستن، یه پارتی بازی هم کردیم، اون آهنگی که بیشتر طرفدار داره هم زودتر رفتیم. دمتون گرم. سابسکرایب، زنگوله، لایک، کامنت یادتون نره. به چک فامیلی بپیوندید. دوستتون دارم. روی خودتون باشین. قربان شما. خدافظ.